خیلی خوشحالم که با شما آشنا میشم آقای فیلیکس، یا حسن فیلیکس در واقع. آره. موافقیم برگردیم به همون 12 سال پیش دیگه، اگر اشتباه نکنم توی تحقیقاتم متوجه شدم که شما حدوداً 12 سال پیش مسلمون شدید. بله. اهل کشور کوبا هم هستید. کدوم بله. شهر؟ هاوانا، پایتخت کوبا. پایتخت هاوانا. برگردیم به 12 سال پیش، شما پیرو هیچ دینی نبودید، یا به اصطلاح بیدین بودید. چطوری بعد از یه بیدینی مطلق اومدین سراغ یه دین مطلق؟ بله بله، چون که قبل از اسلام من انسان شناس بودم و مثلا همیشه درباره دین خواندم. و یک روز برای نمایشگاه نقاش به سفارت ایران، نمایشگاه نقاشی، آره خب، به سفارت ایران رفتم. آیا یک مرد آقای سید داوود محسنی صالحی دانستان و او درباره اسلام صحبت کردم، چون که نمایشگاه من درباره حروف عربی باشد. باز که با او صحبت کردم، فکر کردم که اسلام دین جالبه، به حدیر این مثلا درس اسلام ادامه می دهم و وقتی که بعد از یک ماه یا دو ماه اسلام قبول کردم. چه چیزی در اسلام جالب بود؟ رفتم دیدم، احساس کردم که اسلام جالبه. چی اسلام برای جالب بود؟ بله، چون که در تاریخ اسلام سیاد مثلا مردم که عرفان عرفانی بوده، همانند سخراوردی ابن سینا، مثلا اهل سهره، کتاب سخراوردی خواندم، چون که یک کتاب سخراوردی در زبان اسپانیولی داریم. خب این کتاب زبان شما اسپانیولی بود در کوبا؟ آره، همه امریکا الا برزیل زبان اسپانیولی هست. خب این کتابو خوندی؟ بله بله. وقتی که خواندن کتاب سخراوردی تمام شد، من خیلی عجیب شدم. خب فکر میکنم که من به اسلام قبول کردم به وسیله سخراوردی. بله. حالا اگر شما بخوای به یه غیر مسلمان از اسلام تعریف کنی، به چه چیزی در دین اسلام اشاره میکنی که اون آدم غیر مسلمان براش جذاب باشه و بخواد بیاد که تحقیق کنه، مطالعه کنه و احتمالا مسلمان بشه؟ مثلا مثلا روابط اسلام با خانوادگی خوبه برای انسان. روابط خانوادگی؟ آره آره. یه مثال برام میتونی بزنید که منظور چه نوع روابط خانوادگی، چه چیزی شما تو اسلام دیدی که برات جذاب بوده؟ مثلا یک حدیث پیامبر اکرم که گفت که جهان تحت دم کلمه ها، و همچنین یک حدیث پیامبر که ان حدیث گفت که روز از روحای مرد به پیامبر رفت. و متوجه نشدم این دومی چی گفتید؟ بله، یک حدیث خوب. که درباره پیامبر گفت که یک روز مثلا مردی به پیامبر رفت. بله. اما مرد سوال کرد پیامبر، برای ما مثلا مهمتر نفر چیه؟ پدر گفت مادر. بعد دوباره سوال کرد پیامبر اکرم، برای ما مثلا چه نفر مهمتره؟ پیامبر دوباره گفت مادر. سوم سوال کرد با پیامبر جواب خودش داد. وقتی که مثلا در سوال چهارم مثلا سوال کرد چه نفر برای من مهمتر است، پیامبر گفت پدر. به حدیر این فکر میکنن که طبق از دیدگاه پیامبر مثلا خانواده خیلی مهم است. همیشه مثلا وقتی که میبینن که دین دیگر درباره خانواده مثلا صحبت میکنن، مانند اسلام نیست، چون که احیانا مثلا دینهای دیگر مثلا این پدر اینجا هست، پسر دیگر مثلا خیلی مخالف، این کار خوب نیست. یعنی در واقع اون اتحاد خانوادگی و روابط قوی خانوادگی رو شما توی مسلمون ها بیشتر میبینید، نظرت اینه؟ بله بله. خب بله. شما با تحقیق به این رسیدی؟ یعنی راجع به ادیان دیگه هم مطالبه تحقیق کردید یا نه همینطوری بعد از اینکه مسلمان شدید پی به این قضیه بردید؟ نه، قبل از اسلام برای من خانواده خیلی مهمه. مثلا وقتی که من دیدم که در اسلام مثلا این مثلا نصر دارد، برای من خیلی خوبه. آره. همچنین مثلا در کشور من
مانند ایران انقلاب دارن. در مثلا کشور مثلا بیمارستان با دانشگاه مجانیه، به حضر این مثلا هر مردم میتوانن درس بخونن، مشکل نیست. درسته. به حضر این وقتی که مثلا درباره اسلام صحبت میکنیم، مثلا عرفان خیلی مهم، چون که اونان مثلا سیاحت قندیم میتوانم برونم مثلا که این دین خیلی عالیه، خیلی عالیه. و من فکر میکنم حتی شما بتونید به این قضیه هم اشاره کنید که توی اسلام برابری نژادها و رنگها، اینکه سیاه پوست و سفید پوست و زرد پوست و اینا همه برابرن، شاید توی ادیان دیگه به این شدت تأکید نشده باشه به برابری آدم ها، درسته؟ بله بله. تو کشور شما تعداد مسلمان ها زیاده یا کمه؟ الان کمه. کمه؟ لا. چند درصد مسلمانن در کوبا؟ نه الان مثلا قبل از سال 2000 در کشورم مسلمانان وجود ندارن. اصلا نبود. آره. خب من اولی مسلمانان شیعه هستم در کشور من. اولین نفر؟ آره. جدی؟ یعنی آره. مطمئنی آمار دقیق داری؟ نه نه نه. سنی وجود دارم تقریبا سال 1994. اما شیعه بعد سال 2000. آره. الان مثلا بعد 12 سال 200 مسلمانان شیعه داریم. 200 نفر؟ آره. شما وقتی اعلام کردی که مسلمان شدی، عکس العمل اطرافیانت چی بود؟ خانواده، پدر، مادر، دوست؟ بله بله، پدرم، مادرم هم مسلمان شدن. پدر من در کشورم فرمانده هست. فرمانده چی؟ فرمانده سپاه. آه، نظامی. آره، نظامی. خب؟ بله، در جنگ انگولا، اتیوپیا بود. بله. برای مثلا برای پدر من اسلام خیلی خوب، چون که عدل دارد. برای پدر من عدل خیلی مهمه. عدل منظورت عدالت؟ آره. خب؟ آره. حالا مثلا که مثلا پدرم، مادرم، مادر من همیشه دوست من که در مدرسه با من درس خواندن مسلمان شدن، فکر میگونن که 200 مسلمان خیلی زیاده برای مثلا فقط 12 سال که کار میکنیم. پس از طرف خانوادت با مشکل مواجه نشدی؟ نگفتن چرا مسلمان شدی؟ تهدیدت نکردن؟ نه نه، چون که مثلا کشور من دشمنان امریکا هست، مانند ایران، مانند کشورهای اسلامیه. بله. به حضر این برای کشور انسان مشکل ندارد. بله. گفتیم که مثلا دشمنان من دوستمانه. به حضر این اسلام خیلی خوب در کشور من. تو این 12 سالی که مسلمان شدید تونستی کسی رو به اسلام دعوت کنید؟ موفق بودید؟ بله بله بله، الان من مدیر مرکز اسلامی در کوبا هستم. بله، یک مرکز اسلام داریم. آنجا مثلا درس قرآن، درس عقاید، احکام می‌دهیم برای مردم. اگر مثلا سیاد مردم که مسلمان نیستم، ما آنجا می‌روم برای درس اسلام گرفتم. مثلا برای مثلا برنامه سینما عباس کیارستمی سیاد بله می‌بینیم. مثلا دکومنتال در برای اسلام، در برای مثلا تاریخ اسلام، در برای زندگی پیامبر مردم کوبایی در مرکز اسلام میبینن. پس اونجا فعالیم شما. الان آره. چند وقت اومدین ایران؟ اینجا تقریبا 1.5 سال. برای چی اومدین ایران؟ برای درس اسلام گرفتم. پس تو این مدت هم باز رفت آمد دارید به کوبا؟ آره. یعنی اینجا ثابت نمیمونی؟ بله، بعد که درس اسلام تمام شد به کشورم بعد میگردم. ازدواج هم کردی؟ آره. فرزندم دارین؟ آره. چند تا؟ دو باشه، حسن و حسین. حسن و حسین. آره. چند سالشونه؟ بزرگتر تقریبا 12 سال با حسین که کوچولو هست 1.5 سال دارن. همسرتون هم مسلمان هم دیگه، درسته؟ آره آره. مسلمان بودن یا بعد از ازدواج با شما مسلمان شدن؟ مثلا در زمان خودش. آها. یعنی همزمان با هم که مسلمان شدید آشنا شدید، ازدواج هم کردید. آره. چطور شد که اسم پسراتون رو حسن و حسین گذاشتین؟ بله، چون که حسن و حسین بچه های پیامبر بودن. بله، من گفتم که بچه دارن حسن و حسین نام میدهم. اگه از بین ائمه و معصومین قرار باشه یک نفر رو ویژه انتخاب کنی یا ارادت خودت نسبت بهش بیشتره، کدوم انتخاب میکنی؟ نمیدونم
سخته. سخته؟ آره. چرا سخته؟ چون که مثلا حسن خیلی خوبه. چرا؟ چیه امام حسن علیه السلام برات خوبه؟ چون که دومین امام بود و تاریخ امام حسن سخته، چون که مثلا سیاد دشمنان دارد، اما طبق دستور خدا امام حسن مثلا با هان مثلا با زندگی کرد، مثلا هر چیزی که پدگوی در باره پیامبر که دشمنان اسلام مثلا گفتن من حسن چنیدم. قلبه او خیلی سخته تقدار است. پس انتخاب اول شما امام حسن علیه السلام. بسیار عالی. نظرت راجع به تلاوت قرآن چیه؟ بله؟ قرآن وقتی میخونی چه احساسی پیدا میکنی؟ خوبه که کلمه خدا هست. آره. مثلا وقتی که مردم میخوام مثلا نزدیکتر خدا بشون، مثلا قرآن خیلی خوب برای این کار هست. شما به زبان عربی مسلطین؟ آره آره. یعنی قرآن رو به عربی میخونید پس؟ بله، در زبان عربی. من زبان عربی در کشورم درس خواندم. آره، میتوانم در زبان عربی صحبت کردن، توانم نوشتم و خواندن، مشکل نیست برای من. الان آیه یا سوره ای از قرآن مجید توی ذهنت داری که خیلی برجسته باشه، بهش فکر کنی، خیلی وقتا کمکت کرده باشه؟ داری چیزی الان تو ذهنت؟ نه، مثلا وقتی مثلا سوره بقره آیه مثلا اول که گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للهدی للمتقین، وقتی مثلا مشکل دارم یا دوست من مشکل دارم، مثلا این آیه گفت که هر مشکل که مثلا من میتوانم مثلا باشد، مثلا این آیه گفت که در قرآن مثلا برای سوال، برای مشکل جواب دارد. این خیلی مهم. پس کمکت هم کرده. آره، یه وقت مثلا گرفتاری داشتی، مشکلی داشتی، به این آیه فکر کردی یا به آیاتی از قرآن فکر کردی و بعد در واقع تونستی با آرامش اون مشکل رو حل کنی. آره، این اتفاق افتاده؟ بله. موقع نماز خوندن چه حس و حالی داری حسن آقا؟ بله. وقتی نماز میخونی؟ آره. چه حالی میشی؟ متفاوتی با اون موقعی که داری عادی زندگی تو میکنی؟